دو سه نمونه از صبر و استقامت شاگردان مکتب اسلام خدمت شما عرض کنم. وقت کمه، ولی باز هم این یکی حدیث هم درباره همون اهمیت ابتلا بخوانم براتون، که خداوند متعال برای انسانهایی که مصیبت میده و بر مصیبت صبر میکنن چه اجر و پاداش و مزدی در نظر گرفته. در حدیث صحیحین: ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى شوكه یشاکها الا کفر الله بها من خطایا. هر چی به مسلمان برسد، از سختی، از بیماری، از تلاش، از اندوه، از اذیت و آزار، از غم، حتی یک کاری که به پای انسان برسه، اینها کفاره گناهان انسان، کفاره گناهان انسانه، به شرط اینکه بیتابی نکنه، بیقرار نباشه، راضی به قضای الهی باشد. و در حدیث دیگری است در صحیح بخاری: من یرید الله به خیرا یصب منه. هر که خدا به او اراده خیر داشته باشد، او را مصیبت میده. بسیاری از گناهانی که به برکت همین مصیبت ها، سختی ها، رنج ها، گرفتاری ها، اذیت و آزار ها، خداوند متعال اون را کفاره میکنه. رفع درجات انسانه، کفاره گناهان انسانه، تصفیه و تزکیه انسانه، تصفیه انسانه. انسان آب دیده میشه در کوره امتحان، همونطور که آهن در کوره امتحان و آزمایش پاک میشه، زنگ های آن، اضافه های آن برطرف میشه، انسان هم همینطور در کوره امتحان آب دیده میشه. این انسان، این سنت الهی است. مروه ابن زبیر، عروه ابن الزبیر در صبر و شکیبایی یک مسئله، یک الگوست. میگویند پای او دچار زخمی شد که طبیب ها گفتن باید پایت قطع کنیم. گفت قطع کنید. گفتن دارویی باید میدهیم که مسکن باشه، احساس درد نکنید. گفت نیاز نیست. گفت نیاز ندارم، بلایی است، مصیبتی است که خدا به من داده، خوشحالم، من به ذکر خدا مشغول میشم، شما پای من قطع کنید، به من دارو ندهید، دردش هر چه باشد در راه خدا تحمل میکنم، خدا به من داده، شکایت خدا پیش کسی ندارم. شروع کرد به قرآن خوندن و ذکر خدا، گفتن پایش قطع کردن. در همین اثنا که پایش قطع کردن، به او خبر دادن که فرزندت از بام افتاد، فرزندت هم فوت کرد. والحمدلله رب العالمین، شکر خدا، شکر خدا، خداوند اراده انتخاب مال خودشه. این انا لله و انا الیه راجعون چقدر معنا داره، چقدر پیام داره. وقتی انسان میگه انا لله، همه ما مال خدا هستیم. فرزند اگر که مال خودشه، صاحب مال اگر مال خودش بگیره، کسی حق داره اعتراض بکنه؟ مال خودشه. اگر باور بکنی که انسان بازگشتش به سوی خداست، میگه این دنیا خیلی زود میگذره، هر غم و هر سختی که تمام پایان پذیره قابل تحمله. اگر به بیمار بگن تو چند ساعت دیگر بهبود پیدا میکنی، تحمل میکنه، بیتابی نمیکنه. و انسان وقتی میگه انا الیه راجعون، ما بازگشت کننده به سوی خدا هستیم، یعنی اینجا محل موندن نیست، نه دردش میماند، نه خوشیش میماند، نه خوشی نه ناخوشی برای انسان نمیمانه. پس بنابراین نه از خوشی آن انسان خیلی زیاد خوشحال باشه و نه از بدی سختی های آن انسان غمگین باشه، هیچ کدامشون نمیمانه. انا لله و انا الیه راجعون، چقدر زیباست این پیام داره برای انسان، تقویت کننده ایمان انسانه، یقین انسان را بالا میبره، امید انسان را به خدا دوچندان میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. در آثار که حضرت عیسی نبی علیه السلام به شخصی گذر کرد، دید که کوره، از دو چشم کور، برس داره، پیسی گرفته، جزام داره، دست بدنش، گوشت بدنش میریزه در اثر جزام، فلج داره، افتاده، مقعد، یعنی به زمین افتاده،
میگه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. حمد و سپاس خداوندی که مرا از خیلی بندگان خودش برتری داده، عافیت داده، از خیلی چیزا عافیت داده و برتری داده. حضرت عیسی گفت ببینم تو که چشم نداری، خانه نشین هستی، برست داری، جزام داری، میگی که خداوند مرا عافیت. گفت بله، من دو چیز دارم که از همه چیز برای من ارزش بیشتر داره. زبان دارم که بگم الحمدلله، قلب دارم که در آن جای معرفت خداست. این دوتا عضو من سالمه. خیلی ها ندارن، خیلی ها همین دوتا عضو ندارن، یا زبان شکر ندارن، یا زبان دارن شکر نمیگوین، یا قلب دارن در قلب آنها پرست از کفر و نفاق. گفت دستت بده. دستش داد، دست کشید، به حال اول برگشت. حال اول برگشت. گفت الان فهمیدی، فهمیدی. و بزرگان دیگری که باز هم وقت نیست که من درباره زندگی نامه شد مطالب خدمت شما عرض کنم. امیدوارم خداوند در میدان امتحان که عند الامتحان یکرم المرء او یهان، هر کس در این بعض مقرب تر است جانب بلا بیشترش میدهند. هر که در پیشگاه خدا قرب و منزلتش بیشتره با انواع بلاها، سختیها، آزمایشها روبرو میشه. حضرت فرمود اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بیشترین امتحانها و آزمایشها برای پیامبران خداست و بعد از او برای کسانی که قدر و منزلت بیشتر داشته باشند. به تناسب قدرشان، به تناسب منزلت و موقعیتشان خداوند متعال آنها را امتحان میکنه. گاهی امتحان به خیر، نعمت، امتحانه. آیا این انسان خودش را حفظ میکنه، شکر میکنه، تواضع بیشتر پیشه میکنه یا نه دچار طغیان میشه، خدا فراموشی داره، ظلم میکنه. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، و ما شما را آزمایش میکنیم به سختی و خوبی، گاهی با نعمت، گاهی با نقمت، گاهی با شر، گاهی با خیر، امتحان از مورد امتحان قرار میگیریم. از خدا بخواهیم تا در میدان امتحان همه ما را سربلند قرار بدهد، همونطور که دعای پیامبره که خدا پیامبر فرمود من از تو میخواهم خدایا زبانی شاکر، زبانی سپاسگزار خدا به ما عطا بفرما، و بدنی و قلب صابر، و بدنی صابر و قلب و بدن علی البلاء صابر، و جسمی که بر بلا و مصیبت همیشه صابر باشه، قلب ذاکر، قلب شاکر، زبان ذاکر و بدن صابر خداوند متعال به همه ما عطا کند تا به خوبی از عهده امتحانها براییم و سربلند و روسفید بمانیم. بیش از این مصدع اوقات شما نمیشوم. همه شما را به خداوند منان می سپارم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه، و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.